بله، هم صبح هم عصر. بارم همیشه سعادتمند و برقرار باشید. زمن اومدم پولی رو که قرار بود به من بدید بگیرم. بعد سر بخورده صدا میکنی؟ بله. اگه با صدا کنی هیچ وقت اینطور با من حرف نمیزدی. برادرم، دوستم، نمیدونم هر کدومشون کجا این مملکت زندگی میکنن. درسته که هیچ کدومشون رو نمیبینم، ولی قبول کن که خوشبختی و بدبختیشون بر من خیلی موثره. یعنی تنها آرزوم اینه که خوشبخت باشم. تو اینو از کجا آوردی؟ مال کیه؟ به من اشتباه میکنی امیر، اون اینجاست، داداشت منم. شما؟ سالها این درون در دنبالت گشتم، تو شهرها، تو مردم، همه جا چشمم دنبال تو و رفی بود، اما تو اینجا بودی پیش من. آره آره، خدایا بزرگی تو شکر، چقدر خوشحالم برادر. این حرفا راسته؟ تو توی زندون بودی؟ حرف بزن اینا رو درست میگه؟ بله. تو چطور به خودت اجازه دادی اینجا بیای این گلا رو بفرستی؟ حرف بزن، برای چی اومدی اینجا؟ برای چی؟ نه دادو، چی کارو نکن. عجب اتفاق بامزه ای. من اصلا متوجه مطلب نبودم، شما باید ببخشید. خواهش میکنم، من دیگه زحمت رو کم میکنم. چایتون رو میل کنین بعد. فردا شب تولد سرهنگ شهباز دعوت دارم تو باشگاه خودتون. جناب سرهنگ شهباز فرمانده منن. خب دیگه با اجازتون. مرمتیت ای، شما که چایتون رو نخوردی؟ شاید بعدا خوردم. چرا رفت؟ هیچی رفت که بعدا برای پس دادن رب دشامر من برگرده. مردم هم تو رو یه دختر بیشوهر میدونن، نه عقدی، نه عروسی، هیچ نوع مراسمی در بین مردم برگزار نشده. اون وقت تو یه بچه هم داری. به مردم چی میتونم بگم؟ بگم نوام پدر قانونی نداره؟ بگم دخترم شوهرش مرده؟ چی بگم؟ تو هر طور شده باید اون بچه رو... چرا؟ نه پدر، من مثل
شیر. به همین دلیل که نمیخوام سایر سهامدارای کارخونه فکر کنن که در مورد تو پارتی بازی کردم و از این حرفا. در ضمن راجع به صلاحیت فنی تو این چیزا قراره که یک دو ماه دیگه تو رو برای دیدن یه دوره 6 ماهه بفرستم به فرانسه. سلام قربان. سلام. من واقعا دلم میخواد که از نظر کار و شخصیت اجتماعی چیزی کمتر از سلام پسرم جمشید نداشته باشی. این تو زندگی تو موفقیت سلام بزرگی. دلم میخواد لیاقت خودتو نشون بدی پسرم. باید یه خورده صبر کنیم. جمشید. بله پدر. چی شده؟ هیچی. برای سهراب اتفاقی افتاده؟ نه فقط یه نفر تلفن کرد کارش داشتیم. اون نمیخواست قبول کنه که در عصر تساوی حقوق مرد و زن این افکار بی‌پایه و اشتباه محضه. به کسی مربوط نیست. من اصلا همچین دختری نداشتم. آقای محترم شما نباید عصبانی بشی. تو بچه‌ای. ولی اینو بدون که بزرگم نیستی. اصلا همش تقصیر پرویزه. باید هر چه زودتر ترتیب عروسیتونو بدم. راست میگی؟ بله. امروز از صبح طلب آش بوده، اونم خارج شهر. که اینطور حسابشو میرسم. مردم اینا که میگی به درد نوشتن تو روزنامه میخوره. اگه پول نداشته باشی کسی به حرفت گوش نمیده، اما وقتی این دم و دستگاه رو داشتی همه رو حرفت حساب میکنن. خلاصه منو همه قبول دارن. من همه این اطراف رو مثل کف دستم میشناسم. اغلب اوقات با رفقا قرار میذاریم از بالای اون تپه را میفتیم، همینطور میایم تا این پایین. حتما خیلی لذت داره. درست؟ بله، ولی اونی که مهمه اینه که من از اون بالا به طور پا